دوستان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. شنبه و یک شنبه، جمعه، تعطیلات در هر کجای دنیا که هستید و بودید خوب بوده باشد و بتونید امروز سر حوصله بنشینید و برنامه ها رو تماشا کنید، اونم وقتی که هیچ کار دیگه‌ای ندارید، چون اگه کاری داشتید الان اونجا بودید و اون کار رو انجام میدادید. امروز آقای حسن فیروزی باز هم با ما خواهند بود در ببخشید تاریخ نوشته جون 29، این اشتباهه، اجازه بدید من عوضش کنم، 7 مرداد درسته ولی جون 29 غلط است. یک لحظه، این جولای باید باشه. این دوست ما علی آقا، ما رفتیم مرخصی، اون تاریخ ها رو اشتباه میفرسته، ولی اب نداره، همین که میفرسته و به یاد ما هست ما ازش ممنونیم. ولی دوشنبه 7 مرداد هست، برابر هست با 29 ماه جولای یا جولای. در هر صورت اوضاع و احوال دنیا رو که میبینید چگونه هست، امروز یا دیروز 200 نفر از افرادی که در علوم سیاسی متخصص هستن، علوم سیاسی بله پالیتیک ساینس، اینها گفتن که دونالد ترامپ بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. تاریخ آمریکا خب جوونه، 200 چند سال بیشتر سن نداره، 240-50 سال، ولی در همین 240-50 سال که 45 تا یا 44 تا رئیس جمهور قبل از این آقای شارلاتان داشته، اینجا میگه همه اونها بهتر از ترامپ بوده. و ترامپ هم اینجا در گرداب داره دست و پا میزنه، به هر کسی حمله میکنه. به یکی از اونهایی که همدوره و همزمان مارتن لوترکینگ بوده در زمانی که به اصطلاح فعالیت‌ها و جنبش نژادپرستی در آمریکا بوده و اینها، این آقای هست که از بالتیمور میاد اینجا، آقای کامنز، همون مثل ماشینای کامنز بود، تو ایران میگفتن کومنز. در صورت این هر روز صبح از بالتیمور میاد، هر روز هست از اینجا میره و خیلی آدم سالمیه توی این سناتورا، توی این نماینده‌های مجلس، چون شب برمیگرده خونهش، شب اینجا با افراد جوون و اینها پغر نیست. شما میگید کلمه پغر رو. در هر صورت این حمله کرده به آقای کامنز که شما برو شهرت رو درست کن، اونجا پر از موش هست. همین امروز خبری آمده بود که وایت هاوس، این کاخ سفید، پر از موشه. اون هم بهش جواب داده بودن بهتره که شهر پر از موش باشه ولی خود ما موش نباشیم. این کلمه موش نه کلمه ماوسه، کلمه رت یه کمی از موش بزرگتره. اون موشای خرگوشی بود که تو اهواز بود، من سرباز بودم اونجا، در اهواز کردم دیدم 3 تا خرگوش وایسادن نگاه میکنن، میگن آقا شما اینجا چه کار میکنید؟ گفتیم بابا ما ماهی 1050 تومن اجاره میدیم، شما اینجا چه کار میکنید؟ بعد معلوم شد که در اهواز این موش ها به دلیل اینکه زیر زمین به اون صورت نمیتونن برن، سطح آب بالا هست و اینا، همش روی زمین هستن، مثل نیویورک. نیویورک میدونید که یه جزیره ایه و این نیویورک پر از موشه. فیلم هایی هست برید ببینید که موشه اومده یه تیکه پیتزا به این بزرگی رو ور میداره، از مترو از پله های چیز میره پایین، و روزگار غریبی است. در هر صورت ترامپ مشکل دنیا رو که حل نکرد هیچ، به مشکلات دنیا اضافه کرد، حالا ببینیم چه خواهد شد. و از اون طرف هم آقای پامپئو گفته که من حاضرم با مردم ایران صحبت کنم، انگار که رادیو تلویزیون ایران خونه عمه‌ست که هر کی دلش میخواد بره. مگه رادیو تلویزیون شما میذاره هر کسی دلش میخواد بیاد صحبت کنه؟ البته یه جورایی میذاره، ظریف هر از 2-3 روزی تو برنامه اینها هست. ایران هم گفته آقا با خبرنگار ما خانم فلانی میتونی صحبت کنی. اونا دست و بالا گرفتن که کم نیارن. بذاریم من ببینم توی این تاریخ ها جولای 29 رو دارم یا نه و بیام خدمتتون، چون این گفتم بهتون نوشته جون و جون غلطه. یک لحظه اجازه بدید که جون همش جون یادم با یه دوستی در آلمان میرفتیم ورزش میکردیم و میدویدیم و این بند خدا مجرد بود و وقتی میرسید به این خانمای زیبا و خوشگل آلمانی شروع میکرد میگو جون جولای همین جوری بمانه. اون آقا هم حالا زنگ گرفته و
در همان آلمان زیبا باقی مونده. و اما نخیر، ندیدم همه این تاریخ ها رو. دوستمون علی فکر کنم اشتباهی به نام به جای جون به جای جولای جون رو نوشته، که هیچ عیبی نداره، خودمون میدونیم. همین که خود شما بدونید چه روزی هست، حتی بعض وقتا از خبرها شما میتونید بفهمید که کی از کجا هست و به چه اوضایی به اصطلاح زمان میچرخه. و اما اجازه بدید که من دوستمون آقای باباییان یک پیامی گذاشته، این پیام رو برای شما پخش کنم. و خیلی خوشحالم که بالاخره ما تو تلویزیون مردم دوستان رو راضی کردیم که اینها زنگ بزنن، پیام بزنن، سر دل استراحت، سر حوصله و صحبت کنن. ولی ببینید خود این دوستان وقتی که صدای خودشون رو میشنون، کجاست 604، بیا بالا ببینم آقای اینجا باید باشه در برنامه زنده. بله 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 اینجاست. اجازه بدید که صدای این رو هم زیاد کنم. بله اینجا هستیم و بذارید ببینیم که این پیام قابل پخش هست یا نه. یک دقیقه. سلام آقای سوربی، پرویز هستم دوباره. ببخشید آقای سوربی اشکالی نداشته باشه هر موقع. این پیامیه که برای من گذاشته و به اصطلاح قابل پخش نیست. ایشون گفته که هر موقع وقت داشته باشید زنگ بزنید با هم صحبت کنید. من خیلی واقعا متاسفم که 20 سال در رادیو تلویزیون های ایرانی ما سعی کردیم، تلاش کردیم به این دوستان بیننده، دوستان، رفیق، عزیز بگیم که آقا عصر بدو بدوه، شما میدوی من میدوم، من شب میرم کار میکنم دو بعد نیست، شب میام دو بعد شب، اگه زنگ بزنم به شما شما فوش میدین، میگی مرده که شعور نداره، دو صبح، دو شب، دو نیمه شب. عزیز من این پیامگیر رو برای همین ساختن که شما زنگ بزنی، حرف بزنی، اولش بگی که این پیام فقط برای خودته، حرف دلتو با من بگی، یا این پیام برای بینندگانه. دیدم این با پتیک وقتی که زنگ میزنه میگه سلام سوربی کاکو، سلام به بینندگان شما، دیگه من میفهمم که این پیام عمومیه. یه دوست دیگه هم اتفاقا آقا مسعود هم از کانادا زنگ زده، ایشون هم گفته خب به اصطلاح خوشحالم که برگشتی و اینها و میخواستم با خودت صحبت کنم. والا بلا ما نه اینجا مستخدمی داریم، نه سکرتری داریم، نه دستیاری داریم، نه مشاوری داریم، خودمون هستیم و خودمون. شما پیام بذاری داری با من صحبت میکنی، چیزی که هست حسنش اینه پیامو میذاری بدونی که من بپرم تو حرفت، یادت بره چی میخواستی بگی و منم میام گوش میدم. اینجا مینویسم که تشکر کنم از آقا مسعود از کانادا که وقتی هم ما خواستیم بریم آلمان گفت آقا این 50 دلارم به سلامتی من آبجو بنوش و ما این کار رو انجام دادیم. مثل اینایی هست که نمیتونن برن حج و این ور و پول میدن به یکی دیگه اعمال حج رو براشون انجام بده یا نماز بخونه، ما اونایی که نمیتونن آبجو بخورن دیگه، حالا معده‌شون اجازه نمیده یا به هر دلیلی، ما حاضریم این کار رو انجام بدیم و به نیابت شما، به نیابت از طرف شما آبجو بخوریم. در اصل مسعود جان ممنون، متشکرم. بله برگشتم، خیلی خوشحالم که شما دوستان هنوز هم هستید و لطف کنید اگر صحبتی دارید بذارید. من این شماره تلفن رو اینجا یه جایی نوشتم، هم الان آمدش، بفرمایید 202-695-2573. این شماره تلفن تلویزیون مردمه که شما میتونید پیام بذارید، میتونید تکست بفرستید و اگر من اینجا باشم گوشی رو بر میدارم. خیلی ممنون و متشکر. این دیگه فکر کنم احتیاجی به توضیح زیادی نداشته باشه. و اما پیام آقا پرویز، آقا پرویز همین چیزایی که برای یه نفر با دوستش رفت برن سر خط به اصطلاح مراسم یاد بوده یه نفر، بعد این تو را برای خودش یه چیزایی رو حاضر کرده بود که ما رو در غم خودتون شریک بدونید، مصیبت آخرتون باشه و نمیدونم هرچی خاک اوز عمر شما باشه و اینها. وقتی سلام علیک کردن این دوست اولی شروع کرد همه اینا رو گفت،
بعد این دید دیگه چیزی نمونده، اونم گفت سلام، همین چیزایی که این گفته، حالا همین چیزایی که من برای آقا مسعود گفتم برای شما. و اما یه نکته رو من چون میبینم آقا فرخ هم اینجا هست، اولا ازش تشکر میکنم. بعد فرخ گاهی وقتا فکر میکنه من شوخی میگم. نه عزیزی من شوخی نمیگم. وقتی میگم مثلا به اون آقای کریمی تماس بگی، اصل برنامه همینه که ما بیان یه کسی رو از یه گوشه تاریکی، از جایی که سخنش نر نمیاد، به گوش کسی نمیرسونه، بیاریم بیرون، به شما معرفی کنیم. بعد شما دیگه به من نگو آقا به فلانی بگو این کارو بکنه، آقا به فلانی بگو اون کارو بکنه. آقا شما تماس بگیر، شماره تلفنش هست، شماره اکستنشنش هست، شماره اینهایی که وبسایت دارن، اینهایی که ایمیل دارن، اینهایی که فیسبوک دارن، شما وظیفتون به عنوان یک بیننده، یک تماشاچی، یک شنونده، اگر میخواین با اینا صحبت کنید، وظیفه شماست که با اونها تماس بگیرید. بعد از برنامه تماس بگیرید، آقای لادن لطفا با فلانی صحبت کن، دیدم این فلانی رو سر خاک شاه، واقعا آقا فرخ یه بار دیگه نگاه کن ببین این احمقیه که شما فکر میکنید اعتباری هست بهش و میخواین دنبالش کنید، یه مشتی لات و جلنبور، یه مشتی بی سواد، یه مشتی عقب افتاده، یه مشتی پیروپاتالی که یا هنوز به پولای دزدی زمان شاه دارن زندگی میکنن، یا پولایی که توی این مملکت به انواع مختلف دارن از این مملکت میکشن. یادتونه چند سال پیش یه گزارشی بود نشون میداد که تو کالیفرنیا طرف میاد با رویز رویز، با جگوار، حالا جگوار که $1000 هم هست، پارک میکنه اون دور، میاد و هم میره فودستمپ به اصطلاح استفاده میکنه و اینها. یا کسایی رو دیدیم و شنیدیم تو زندگی آمده همه چیزش گرده به نام مثلا خواهرش که بتونه کمک های چیز استفاده کنه. خواهرم یه شوهر پیدا کرده، شوهر گفته حالا که این چیزا مال توه، من نصفش هم مال منه، پدرم اون دوتا به اصطلاح اون دوتا خوردن و بردن، پدر این آقا در اومده برای ما $300، ما $400. نکنیم این کارها رو. اگه اومدیم اینجا میگیم اینجا مملکت خوبیه و میگیم ایران مملکت بدیه، کارایی رو که تو مملکت ایران انجام دادیم تا بد شد اینجا نکنیم. این آقایون این خانما بلند شدن، آقای شهرام و همایونم که نخود هر آشه، بلند شدن رفتن مصر سر خاک آقای شاه که 39 سال پیش مرده. نن من غریبم بازی، آقا شاه پدر این آخونداست، شاه خوراک فاسدیه که دیروز خوردید، همه تون امروز اسهال دارید. تنها اونهای اسهالشون خوب شده که فهمیدن خوراک فاسد خوردن، خودشونو جدا کردن از اون خوراک، دیگه نخوردن. شماها هر روز هم هی این خوراک رو میخورین، چون گدا صفت هستین، این خدا خوراک مونده رو از توی یخچال در میارین، هی میخورین، هی اسهالتون بدتر و بدتر میشه. اینم مراسم 39 سال نمیدونم وفات یا فوت شدن آقای شاه. و اما نوشته هایی که گذاشتیم یا چیزایی که اینجا براتون نوشتیم، باز من براتون بخونم. بعد پیام دو دوست از کانادا، یکیش که پخش کردم همین آقای پرویز بابایان بود، خیلی قشنگ میگه آقا وقتی من صدای خودم رو شنیدم خجالت کشیدم، این هیچ جوری برطرف نمیشه الا اینکه شما این کار رو بیشتر انجام بدید. بهترینش اینه با تلفن دستید بگید جلو خودت قشنگ امتحان کن، آب و هوا رو بگو، اخبار ترافیک رو بگو، وایسن اینجا بگو من الان یک کامیون پیتربلت دیدم، یک کامیون کنورث دیدم، یک کامیون مک دیدم، اینجوریه اونجوریه. بعد خودت گوش کن، متوجه میشی تند حرف میزنی، متوجه میشی بد حرف میزنی، متوجه میشی تکرار مکررات میکنی و الی آخر اینا رو که رفع کنی میرسی به اون جایی که کار نیکو کردن از پر کردن است. ضمناً املای ننوشته غلط نداره، املا رو مینویسی، غلطات رو نگاه میکنی، غلطات رو میشینی چند بار امتحان چیز میکنی، تمرین میکنی، تکرار میکنی، از بین میره. ممنون از هر دو، ممنون از آقا مسعود، ممنون از آقای پرویز. و اما ویزای آمریکا روزگار غریبی است. امروز باز داشتم نگاه میکردم و صفحه آقای شهرام ایران بومی، دکتر شهرام ایران بومی رو نگاه میکردم و افسوس خوردم که آمریکا به یک جایی رسیده که یک شارلاتان دزد پدر سوخته شده رئیس همه کارها و همه این افرادی که میخوان اینو یه جوری گیر بندازن موندن که این ولد چموش رو ما چجوری گیر بندازیم. اون وقت این اومده افراد خوب رو از آمریکا جدا کرده. آقای شهرام دکتر ایران بومی براش یه مصیبتی پیش اومده، 3 روز میخواسته بیاد اینجا پسرش رو
مراسم تدفین و خاکسپاری و اینها رو گرامی داشتش انجام بده، برگرده به کار و زندگیش. اینو نمیذارن. ولی نگاه کنید، آمریکایی بلند میشه ردنگ گردن سرخ گاوچرون، همینجوری بلند میشه میره ایتالیا و پلیس ایتالیا رو میکشه. این خبر رو فیسبوک گذاشتم، حتما برید نگاه کنید و ببینید که واقعا روزگار غریبی است. نازنین، امروز برای آقای دکتر ایران بومی نوشتم که آقای ایران بومی لطف کن و به ما بگو، ما رو در جریان بذار، این جنبش ایرمان بیاین این رو به اصطلاح پاس بداریم و نذاریم صدای اینهایی که حقشون گرفته شده از بین بره، ما صدای اونهایی باشیم که الان دیگه صدایی ندارن. این هم از این ماجرا. و بله، دوشنبه 29 جولای 2019 است، برابر است با 7 مرداد 1398. من قبلا هم بهتون گفتم اینایی که انگشتشون خیلی پتپنه، خودکارایی هست الان که یا سرش یا دمش یه پلاستیک داره، شما میتونید با این پلاستیک روی تلفنتون تاچ کنید. بعضیاش دیزاینش یا طرحش خوب نبوده، این یکی از اوناست که طرحش خوب نبوده. چرا؟ این خودکار وقتی شما فشار میدی از همین جایی که پلاستیکه یک نوک خودکاره میاد بیرون و شما اگه یادت نباشه بزنی، اگه پلاستیک رو صفحه کامپیوتر تلفنت گذاشته باشی اونو خراب میکنه، اگه نگذاشته باشی که شیشه صفحه کامپیوترتو خراب میکنه. پس اینو ما میذاریم این ور، دست بهش نمیزنیم. ولی اون دوتایی که خوبه، یکیش اینه که پلاستیک این وره ولی نوکی که بهش مینویسی این وره، یکی دیگرش باز اینه پلاستیک این وره نوکی که مینویسی این وره. اینا به نظر من بهتره، همراهتون اگه داشته باشید خیلی راحت تر میزنه. البته میدونید آیفون یا اون سامسونگ و اینها وقتی شما میزنید همون لحظه، مثلا اگه میزنید 25 همون موقع 2 اون بالا پیدا میشه، 5 اون بالا پیدا میشه. ولی حالا کی باشه اینقدر حضور ذهن و سرعت داشته باشه که همون موقع اینو میزنه اینو ببینه و اینها، اونم با چشمای ذره بینی و آستیگمایی و اینا که دیگه قربونش بره. و اما اگه خواستید ایمیل برای تلویزیون مردم بفرستید info@mardomtv.com، با فیسبوک این روزا میبینم بیشترین تماس رو میگیرن. آقای شیرزاد جلیلی لطف کرده بود یه برنامه رو برای من فرستاد، اگه این دوستان لطف کنن همونجوری که برنامه دیگران رو برای من میفرستن برنامه من رو هم برای دیگران بفرستن، ممنون و متشکر میشم. خب بریم ببینیم چی گذاشتیم، چی نوشتیم. و امروز من سعی میکنم 2:15 یعنی الان ببخشید 3:15 یعنی 1:07 دیگه از حضور شما مرخص میشم با این مژده سورپرایز که آقای حسن فیروزی میان اینجا قبل از 4 و ما 4 بعد از ظهر تا 5:30 برنامه داریم با ایشون. گفتم بهشون 90 دقیقه با آقای حسن فیروزی مثل فوتبالیست ها و مسابقات فوتبال در روز چهارشنبه یا جمعه که برنامه داشتیم، جمعه فکر کنم بود یا شنبه یادم رفته، روزا شادم پنجشنبه برنامه داشتیم با ایشون. بعد دیدم که دوستان به اصطلاح نظرات خودشون رو نوشتن، یکی دو تا از این نظرات رو در برنامه مطرح میکنیم، از آقای حسن فیروزی در این مورد سوال میکنیم. و اما دوستی از خلیج فارس، حتما شما ایشون رو میشناسید، کسی که برنامه های خوب گفتار عقل بشر رو اجرا میکردن، یک چند تا ایمیل فرستادن که حاوی عکس و ویدیو است. در یکی از اونها میگن که در عراق در اثر ندانمکاری جنگل های درخت خرما خشک شده، این تنه درخت خرما مرید زائرین یا میان استجابت میکنن اونجا. ما در چه قرنی زندگی میکنیم؟ اجازه بدید من این عکس رو به شما نشون بدم. و به این دوستمونم نوشتم شما خیلی ناراحت نباش که فقط اولا اون پشت این عکس نگاه کنید، اون به اصطلاح حالا جنگل ها یا مزرعه، جنگل یه جاییه که خودش به خودی خودش درست شده باشه، مزرعه حتی اگر درخت باشه باز اینها مثلا مزرعه درختان خرماست، مزرعه درختان آلبالوه، بری کالیفرنیا مزرعه درخت اناره، پسته است و الی آخر. ببینید این
نشون میده که البته تو جنگ ایران و عراق خیلی از مناطق عمدن آمدند و شلیک کردن و زدن این درخت‌ها و اینها رو از بین بردن، چون اینا میدونن وقتی که یه جا درخت نباشه، مزرعه‌ای نباشه، فارمری نباشه، دیگه خانواده و درآمدی هم نیست و اینها میرن از اونجا و اونجا نابود میشه. ولی ببینید که اینجا این درخت رو اینها میان و اینجوری میبوسن و زیارت میکنن و الی آخر. حالا بعضی‌ها فکر میکنن که این فقط در مورد دوستان، زمینن این آدرسی که میبینید paypal.me خط ممیز یا / مردم تیوی، این جاییه که شما میتونید خیلی راحت حمایت کنید. ممنون متشکرم از دوستی از مریلند آقای مرتضی که یک ویدیوی رو خواسته بودن و وقتی من این ویدیو رو فرستادم نوشتن که آدرستم بده تا من برات یه چک بفرستم. ممنون و متشکرم و شما هم اگر میتونید حمایت کنید، اگر نه که هیچی. ولی برگردیم به این درخت نخل رو، این مراد شده یا مرید شده یا استجابت میکنن اینها. در یادم نیست در نیویورک یا در بالتیمور تو یکی از این تونلا یه جایی آب به اصطلاح می اومده که این نشون میده اینجا یه اشکالی داره، باید درستش کنه. وقتی آب می اومده خشک میشده، میدونید آب اینجوری امروز که میاد خشک میشه اینقدر لکه میندازه، فردا که میاد دورترش رو، و این یه شکلی ساخته بود، یه چیزی مثل یک زنی مثلا با حجاب وایساده و این احمقای اینجا توی تونل میزدن ترمز وای میسادن که حضرت مریم رو زیارت کنه. دیگه پلیس تو آمریکا دوستان، تو قرن 21 یک کسی اینو پیدا کنه لینکشو بفرسته، پلیس و آتش نشانی آمدن با این آب فشار قوی و آتش نشانی اینها اینو شستن، حضرت مریم رو شستن گذاشتن کنار تا این احمقا برن به راه خودشون ادامه بدن و تصادف ایجاد نکنن یا راهبندان ایجاد نکنن. درستان ممنون و متشکرم از این دوستمون که با ویدیوهای خوب این ما رو به اصطلاح برنامه هامون رو یه مقداری دوام میبخشه و قوام میبخشه. و اما نوشته با مغزهایی که با این مزخرفات متأثر و اندوهگین میشوند، چه نمونه قانون اساسی در آنان تغییر به جای میگذارد؟ چون قانون اساسی رو آقای سهراب چمنارا هی اصرار میکنه روش و اینها، میگیم والا بلا توی این لایبریا قانون اساسی آمریکا رو کپیشو گذاشتن اونجا، ولی ببین اون کجاست این کجاست. تو همین اروپا یه کشورهایی هستن که قانون اساسیشون شبیه همه، ولی میبینید اجراش فرق میکنه. در هر صورت ایشون نوشته شما اینو گوش کن و به من بگو که آیا قانون اساسی میتونه کمک کنه به این اوضاع و احوال. یک لحظه این بیاد اینجا و ما این تصویر رو به شما بدیم و صداش رو هم باز کنیم. صدا بازه، احتمالا ممکنه صدا بلند هم باشه، یک کم کمش کنم و اینم تنظیم کنم براتون و سلکت، بله سلکت اینجا میشه رام کردن قاطع. حتما بعدش راجع به اون سوسمار یا اژدهایی هم که با پیغمبر صحبت کرده باید صحبت کنم. رام کردن قاطر وحشی در نرو از سلو امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، میشه که مهمان ماندید قاطرم هدیه شما، از طرف خلیفه و سوار شید ببرید تا امام سوار بشه به زمین بزنه امام رو تمام بکنن. راه میشه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد سرش انداخت با این اهلی شد وحشی رو اهلی کرد. یکی به این کرخر بگه اگه این وحشی بود چجوری آوردن افسارشو دادن دست اون. ناگفته نماند که چند مدت پیش، یکی دو سال پیش بود، این آقای اردوغان رفت یه جایی نمایش اسب و اسب مسابقه اسب و اینا بود، اینم آمد سوار بشه، اسب چنان به اصطلاح اینو زد زمین و لگد زد به اونجاش که ویدیوش حتما پیدا کنید نگاه کنید. ولی این آقا با اون لهجه شیرین آذری چقدرم ناراحت میشه وقتی این امام زمان تو گوش این قاطر حرف زد، قاطر عرق کرد رام شد
ما تا حالا عرق کردن قاطر رو ندیده بودیم. و یکی من بگه ببینم امام زمان زبان قاطری بلد بوده یا قاطر عربی بلد بوده؟ چون میدونید میگن یکی از معجزات پیغمبر اینه که یک سوسماری این باهاش حرف میزده، بعد طرف گفت آقا چرا میگی این معجزه پیغمبره؟ این معجزه اون سوسماره که زبان پیغمبر رو میفهمیده. روزگار غریبی است، ولی اون چی که مسلمه میکروفون و دوربین دست ایناست و اینها استفاده میکنن. تقصیر کار کیه؟ تقصیر کار شماها هستین که نمیان این همه دوربین، این همه وسایل سوشال میدیا اینا رو استفاده کنید و در روشن گری، در افشای این مهملات، مزخرفات، خرافات کوشا باشی. تازه اگرم یه کسی میاد یه مهمونی رو میاره یه صحبتی میکنه، یکی بهش میگه آقا بهش بگو برو با فلانی صحبت کن، آقا بهش بگو برو با فلانی صحبت کن، آقا شما بعد از برنامه تماس بگیر از ایشون خواهش کن برو با فلانی صحبت کن، یا با اون دوستت شما تماس بگیر بگو برو با فلانی صحبت کن. کارمون خیلی خرابه دوستان. من اگر یه روزی برسم به جایی که فکر کنم درست شدنی نیست، اون روز میام و میگم تموم شد. من از 2003 تا حالا میدونستم که کارمون خیلی خرابه، امیدوار بودم قدم به قدم، کلمه به کلمه درست بشه، ولی امروز فهمیدم درست شدنی نیست و ما هم رفتیم که رفتیم. براتون اون آهنگ از برد دامن کشانم میخونم، رفتم ای نامهربان. و دیگه شما باشین و هر تلویزیونی که دوست دارین، هر رادیویی که دوست دارین. امروز یه برنامه رو از امید و امیدوار میدیدم. میدونید امید و امیدوار وقتی آمد اینجا با جوش و خروش و فکر کرد الان رسیده اینجا، میاد میگه که آقای رضا پهلوی من آمدم دست همکاری به شما میدم و اینها میرن ایران انقلاب میکنن. وقتی آمد سوربی بهش گفت عزیز من برو دنبال زندگیت، بیچاره انداختنت زندان، حالا که آزاد شدی این زندگیت رو قدرشو بدون، برو دنبال کار زندگیت. و گوش نکرد، شروع کرد فوش دادن، فحاشی، تهمت زدن. یه چند مدتی که گذشت این آقا افسرده شد. برید ببینید اون برنامه رو که درباره فرخزاد درست کرده، و من بارها بهتون گفتم این ماجرای آقای فرخزاد یه ماجرای ساده ای نیست که زود بگیم جمهوری اسلامی. آقا جمهوری اسلامی میزنه، میکشه، قتل را میندازه. الان یه برنامه درست کردن به نام گاندو یا گاندو، ما نمیدونیم والا چجوری حتی تلفظش کنیم، و این مردم رو میترسونه که ببینید ما از روی هلیکوپترها، از توی خیابونها، از تلفناتون، از خونهاتون داریم کنترلتون میکنیم، و به قول آمریکایی‌ها Big Brother is watching you، یعنی ما همه چیز رو نفوذ داریم و کنترل داریم و اینها. البته اعضای دولت هم یکی پس از دیگری شکایت میکنن، میگن چون تو این فیلمه به ما مستقیم و غیر مستقیم تهمت زده، توهین کرده. یکی از اونها آقای محمد جواد ظریف بوده که مستقیم به خامنه‌ای شکایت کرده و گویا خامنه‌ای هم گفته که این سریال رو باید کنترل کنین و اینجوری نباشه که به هر کسی تهمت بزنه. من دیروز یه کار ویدیویی داشتم انجام میدادم، وقت داشتم. بعضی وقتا میدونید کار ویدیویی خیلی زمان میگیره، ولی اون زمان شما کاری نداری انجام بدی، با یه آیپد و گوشی و اینها نشستم سه تا قسمت از این گاندو یا گندو یا هر چیز اینو نگاه کردم و دیدم خیلی سلوه، مثل سوپ اپرای اینها، خیلی هنرمندا بد بازی میکنن، داستان رو الکی کش میدن. مثلا یه بچه آقازاده ای رو میخوان بگیرن 30 دقیقه فیلم، 30 دقیقه فیلم، آقا شما میتونی یه تاریخ 1000 ساله رو بیان کنی. خلاصه بماند، گفتم نه آقا ما اینو نخواستیم. ولی دوروبر این ماجرا نگاه کنید، حرفایی که میزنه، میگه بعضی از اینها به اعتبار پدرانشون که در دولت کاری بودن یا کاری انجام دادن یا اعتباری انجام دادن، آمدن از بانک ها و این برانور اعتبار میگیرن و کارهای خلاف انجام میدن. حالا قراره یعنی یکی یکی اینا برن دنبالشون. مثلا یکی از اونها همین آقا بچه یه دکتری بود، پولشویی میکرد و بهش میگن آقا تو وقتی پول از اون میگیری اونجا پول میفرستی، تو داری پولشویی میکنی، اگر این پول تمیز بود چرا خود اینها قانونی نمیارن داخل و میان 8% به تو سود میدن، و تویی که برای این و اون پول میفرستی خارج، پول میفرستی دبی، چجوری پولای خودتو گذاشتی تو ساک میخوای ببری؟ از این نظرات جالبه. ولی اونایی که بلدن این فیلم ها رو، من معمولا با سرعت 2 برابر 1.5 برابر سرعت نگاه میکنم تا وقت کمتری، عمر کمتری از عمرم
به اصطلاح بگذره. یه دلیلی که من شاید توی مجریای ایرانی تون صحبت میکنم اینی که باور دارم اینها عمر من و شما رو تلف میکنن. این آقای فاضلی بود یه حرفی که میزد یه سال میگفت به تو هستم مردی که، گفتم آقا جون بکن اینقدر حرف نزن. البته جون کند و فوت شد و رفت و یه دفعه به شوخی بهش زنگ زدم گفتم آقا شما باید به این شرکت ساتلایت زنگ بزنی بگی من به جای 30,000 دلار مای 15,000 دلار بیشتر نمیدم. اینم خوشحال گفت چجوری میتونم هم چیکاری بکنم. گفتم بهش بگو آقا من با دور خیلی آهسته صحبت میکنم، نصفی از این ایر تایم حقیقتا هیچی نیست، خالیه، بمانه برین سراغ نوشته های دیگه و خیلی پشت سر مورد صحبت نکنیم. ترامپ مدیر اطلاعات ملی آمریکا را تغییر داد. شما این برنامه رو نگاه کنید، چه فاکس نیوز، چه سی ان ان، چه کانالای دیگه، هر کسی میاد از این تعریف میکنه، دو روز سه روز بعد بهش یه شغلی میده و هر کسی آمد یه ایراد درست و حسابی گرفت که آقا این کار ایراد داره، میکنتش بیرون. مثلا به وکیل کاخ سفید گفته همچین کاری بکن، گفته این کار غیر قانونیه، کردش بیرون. خلاصه رئیس جمهوری آمریکا در یک پست توییتری جان رادکلیف را به عنوان جانشین دانکوت معرفی کرد. حالا اینا اصلا انقدر زود میانه میرن که کسی نمیشناستشون و بیشتر اینها به عنوان رئیس موقت، وزیر موقت، اینجا بهش میگن اکتینگ سیکرتری، اکتینگ مثلا مدیر عامل فلان، اینها دلیلش هم اینه که میدونه این افراد انقدر بدن، صلاحیتشون مورد قبول کنگره واقع نمیشه و اینا رو که میاره اینجوری به صورت موقت میتونن همینجوری بمونن. مثل اینایی هست که یه ماشینی میخرن، خودشون میدونن این ماشین دزدیه، سندش اشکال داره و اینها، هی میرن نمره موقت میذارن. نمره موقت تو آمریکا برای 30 روزه، ولی میبینی یه نفر 2 ساله داره یه ماشینی رانندگی میکنه، هی نمره موقت داره. این یه اشکالی تو کارش هست. اون وقتا غیر قانونی بود که شما بیشتر از 2 بار نمره موقت صادر کنی. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ظریف از سریال گاندو به رهبر شکایت کرده است. اینم براتون بخونم که اون در مورد صحبت کردیم کامل بگیم که چرا چجوری شده، صفحش هم به شما نشون بدیم. اینا رو من بیشتر از یورو نیوز، از گویا و اینها میگیرم و مثل اون آقای مانی نیستم که بیاد یه مش نوارای فرخزاد رو از این ور اونور جمع کنه بعد اونا رو به صورت کتاب در بیاره بعد بفروشه و بگه که من رفتم درباره زندگی فرخزاد به اصطلاح تحقیق کردم. نه، هیچ تحقیقی نکردی، شما نوشته های خودمون، برنامه خودمون رو توی کتابی نوشتی و امیدوارم به خوبی آبروی این آقای مانی رو برده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ظریف از سریال گاندو به رهبر شکایت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که جواد ظریف در اعتراض به سریال گاندو به علی خامنه ای نامه نوشته است. سید عباس موسوی روز دوشنبه 7 مرداد در نشست هفتگی سخنگویی در پاسخ به سؤال خبرنگاران نگارشنامه وزیر خارجه به رهبر ایران را تایید کرد. نگارش نامه وزیر خارجه. سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص گفت از آنجایی که صدا و سیما از سازمان‌های زیر نظر رهبری است، وزیر خارجه نامه‌ای به ایشان نوشتند و گفتند در این سریال، منظورش گاندو، از وزارت خارجه و شخص وزیر چهره‌ای منفعل، بی‌عمل و بی‌اراده به تصویر کشیده است. آقای ظریف در نامه خود نوشتند که اگر قرار باشد ایران چنین وزیری داشته باشد، ماندن چنین وزیری جایز نیست. آقای موسوی به پاسخ رهبر ایران هم اشاره کرده و ادامه داده، رهبری هم پاسخ دادند که مطلقاً راضی نیستند به مجموعه وزارت خارجه و شخص وزیر اهانتی صورت بگیرد. البته اگر آقای خامنه ای هم سیاستش مثل شاه باشه که معمولاً دیکتاتورها همه اینجور هستن، وقتی اینو به این مینویسه به اونا میگه که شما برین کار خودتون انجام بدید و به این میگن سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن. و اما فرانسه ناوهای رهگیر سفارشی عربستان را به ریاض تحویل داد. من ناوهای رهگیر نمیدونم یعنی چی، با هم بخونیم ببینیم یعنی چی. اینجا باز کمرای دور به شما بدم.
ما اینجا 100 تا کامرا و مانیتور اینها داریم، هر کی باورش نمیشه این برنامه رو بخره با $200 براش این کار انجام میدیم. 100 تا اینجا میگن ماجو و شما میتونی مانیتور داشته باشی، دستگاه ضبط کننده داشته باشی و ازش به عنوان ویدیو و آدیو میکسر استفاده کنی. اینه سرتیتر: فرانسه ناوهای رهگیر سفارشی عربستان را تحویل داد. میگه که فرانسه روز چهارشنبه گذشته به طور رسمی اولین ناوهای رهگیر HSI را به مقامات نظامی عربستان تحویل داد. عربستان سال گذشته میلادی قرارداد $600 میلیون برای خرید 39 ناو رهگیر از شرکت نظامی ساخت و ساز مکانیک نورماندی، یعنی less construction mechanical denominator، مثل که فرانسوی اسمش، به امضا رسانده بود. مسئولان این شرکت، خب فرانسوی اسمش معلومه مال فرانسه، مسئولان این شرکت فرانسوی در حالی اولین ناوهای رهگیر ساخت این کشور را به مقامات عربستان تحویل دادند که از خبرنگاران برای حضور در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود دعوت نشده بود. به گزارش رسانه‌های فرانسوی مراسم تحویل اولین سری از ناوهای رهگیر این کشور به عربستان بنا به درخواست مقامات ریاض بدون دعوت از رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار شد. این دوتا جمله که یکی، من نمی‌دونم چرا اینا اینقدر تکرار مکررات می‌کنند. ناوهای رهگیری که از تحویل عربستان داده شده‌اند 22 متر طول دارند و از آنها برای رهگیری اهداف مختلف در دریا با استفاده از سرعت بالا استفاده می شود. یکی از کاربردهای ناوهای رهگیر به طور خاص مبارزه با اقدامات تروریستی عنوان شده است. این در حالی است که سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر نسبت به استفاده از این ناوهای رهگیر در جنگ یمن هشدار دادند. جنگ در یمن تا کنون 10,000 کشته و 60,000 مجروح بر جای گذاشته است. شمار زیادی از قربانیان را افراد غیر نظامی به ویژه کودکان تشکیل می‌دهند. این هم ماجرای دوست آقای ترامپ، عربستان سعودی، که امیدواریم به زودی صعود کنن و فهمشون بره بالا. مرکز آمار ایران گفت 1/3 مراکز استانها با مهاجرت معکوس مواجه هستند. حالا ما مهاجرت معکوس یعنی مردم دارن از استانها میرن به طرف شهرهای کوچک و اینها. این رو با هم بخونیم. من هم مثل شما تازه رسیدم، ماجراشو میدونید که یه شب ملا نصرالدین هوا گرم بود و خوابیده بود پشت بوم، غلطید و افتاد پایین. مردم آمدن جمع شدن که ملا چی شده و اینها. اون ملافشو برداشت و گفت والا منم نمیدونم، من هم همین الان رسیدم، حالا من هم همین الان به این خبر رسیدم. مرکز آمار ایران 1/3 مراکز استانها با مهاجرت معکوس مواجه هستند. نگارش از یورونیوز فارسی میگه که بر اساس یافته های مرکز آمار ایران، شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم‌آباد، عراق، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد به دلیل فزونی گرفتن تعداد افراد خارج شده از آنها بر تازه واردها با کاهش جمعیت مواجه شدن. یعنی نسبت اونایی که خارج میشن به نسبت اونایی که وارد میشن زیادتره و با کاهش جمعیت مواجه شدن. در مقابل شهرهای کرج، رش، شیراز، سمنان و قم به ترتیب بالاترین میزان خالص مهاجرت را داشتند و رشد جمعیت آنها بر این اساس بیش از 20,000 نفر بوده است. مطابق یافته های این بررسی در طی سالهای 1390 تا 1395 تعداد 404,000 و 996 نفر به شهر تهران مهاجرت کردند. از این تعداد مبدأ 83، این اشکالی که توی نوشته فارسی میبینم، ما توی فارسی اعشار رو با ممیز نشون میدیم و اتفاقا تو ترکیه دیدم اینها پول و اینها رو که میخوان بنویسن اون عدد 1000 رو به جای ویرگول با پوینت میذارن.
اشار رو با ویرگول میذارن و خلاصه روزگار غریبی شده. این نوشته مبدا 83 و 19 صدم، غلط نوشتن. نقطه رو به فارسی بذاری اینجوری غلط میشه. 83 و 19 درصد از مهاجران نقاط شهری کشور، 7 و 9 درصد خلاصه این اعداد رو نخونیم بهتره. مبدا اصلی مهاجران وارد شده به شهر تهران به ترتیب شهرهای کرج 5.6 درصد، اصفهان 2.98 درصد و مشهد نوشته به شهر تهران به ترتیب شهرهای کرج 5.6 درصد. تهران ننوشته، اصفهان 2.98 و مشهد 2.7 درصد بوده است. در همین بازه، در همین بازه، بازه زمانی، مثلا این کلمه رو بلد نیستم، بازه زمانی چی؟ تعداد 369,289 نفر تهران را ترک کرده و در یکی از نقاط داخل کشور ساکن شدند. اگه یادتون باشه از دوره شاه این طرح بود که به اصطلاح میخواستن تمرکز رو از بین ببرن، به همین خاطر تهران رو جدا کردن، استان مرکزی گذاشتن، عراق و فلان اینها، و گویا این آخونده هم دنبال همین برنامه بودن ولی تا حالا نتونستن. اینی که استانها یکیه میشه دو تا سه تا برای اینکه جمعیت رو بتونن تعدیل کنن یا بفرسن، البته گاهی وقتا برای انتخابات و سوء استفاده این کار اینجا میشه، بهش میگن جریماندرینگ، یه چیزی اینجوری که میان خطکشی ایالت ها و استان ها و فرمانداری ها اینا رو عوض میکنن. این یه پدرسخت بازیه برای انتخابات، حالا کدومش درسته نمیدونم. دیروز وقتی از اون سه تا سریال خسته شدم و دیدم wasting time، واقعا تلف کردن عمر و زندگی هست، دیدم یه فیلمی هی تبلیغش میاد به نام ایران برگر، گفتیم بچه هنرپیشه‌های خوبی، آقای علی نصیریان، اون خانم شیرازی گوهر، نمیدونم فلان اینا، یک فیلم افتضاح، یک فیلم مسخره. من نمیدونم این هنرپیشه‌ها خودشون خجالت نمیکشن. آقا تو میای ادای یک لهجه ای رو در میاری، این لهجه کجاست؟ چرا چند تا از همون هنرپیشه‌های خودشون نمیارین که به اصطلاح این نقش رو بازی کنن؟ خلاصه خیلی افتضاح، خیلی مسخره. دوباره همون فیلم‌های فردین و گنج قارون و دیزی و گوشکو و نخودکو و این چیزا آمده. چرا ما میگیم نخودکو؟ شیرازی ها از بس خوراک سالم میخورن، از همون قدیم گوشتکوب نداشتیم، نخودکوب داشتیم. حالا دیگه بعد خیلی ها نداشتن، شیشه استفاده میکردن، شیشه های پپسی و اینها، و بعدم شدنی شد، از اون نخودکوب های چوبی شدنی شد، چون بعضی ها میگفتن این نخودکوب های چوبی ترکاش اینها توش به خوبی پاک نمیشه و باعث ایجاد باکتری میشه. حالا نمیدونم اون گوشکوبا یا نخودکوبای چدنی این به اصطلاح عیب رو برطرف کرده بود یا نه. ادای دین به یوهانس برامس در جشنواره دیدارهای موسیقی، این که اصلا برای من مهم نیست، هشدار بریتانیا به ایران برای خروج از سایه نفتکش ما را رفع توقیف کنید و تیراندازی در جشنواره مواد غذایی کالیفرنیا 4 کشته و 15 نفر زخمی بر جا گذاشت که همین امروز دیدم این دوستمون خانم فریمان یک ایمیلی، یه فیسبوکی فرستاده که از دوستانشون خواهش میکنن $5 به این به اصطلاح بیمارستان بچه ها کمک کنم. من بلا فاصله گفتم ای کاش همه کمک ها با $5 بود. دوستان $5 این روزا اونایی که میرن کافی از استارباک میخورن و میدونن به اصطلاح میبینن. من تو آلمان رفتم، از دم وانهوف رفتم، یک کافی بدمزه از این استارباک نرینا، روبروی وانهوف فرانکفورت اگه رفتیم بیرون دست راست استارباک اونجا خیلی افتضاح بود. یک کافی گرفتم حدود $5-6 میشه، چون اونجا یورو بود و اینها. این خب اگه 7-11 بود میرفتم 7-11، 7-11 1.10-1.15 میدی یک کافی خیلی خوب. همیشه هم کافیش تازه است، چون تعداد آدمایی که میان یکیش نمیگه من کافی تیکیش مامانی میخوام، من این کافی میخوام که سرد باشه، من کافی میخوام، همه کافی میخورن، چون کافی میخورن این کافیش همیشه سال، یعنی تازه و تازه است. و پول $5 میشه پول یک کافی. من نمیگم هر روز،
هفته $5 به دیگران کمک کنید، نمیگم به تلویزیون مردم. آقا به بیمارستانی که مثل این سنجود وقتی یه بچه خانوادهشون ندارن، افتادن تمام زندگیشون رو فروختن برای اینکه بچهشون رو از به اصطلاح چنگ این سرطان و اینها نجات بدن، دار و ندارشون رو دادن، اون وقتی میان اینجا میگه شما بشین توی این اتاق، ما به وسیله میدیم، بشین اینجا، هیچی هم یه پنی هم پول بیمارستان نمیخواد بدی. اون چجوری درست میشه؟ با همین $5 من، $5 شما، با همین که بعضی وقتا یه دفعه میلیون چیم. یه برنامه رو میدیدم یه نفر 100 میلیون، خانمش گفته بود تو اینقدر پول داری، 100 میلیون کمک کرده بود به آموزش پرورش در این کشورها. و خیلی جالبه این کشورها که اینجوری پیشرفته هستن، افراد خیرم توشون زیاده. کشورهای بدبخت و عقب افتاده این مثل ما، افراد دوست توشون زیاده که میان همین کمیرم که مردم دارن ازشون میدوزن و میرن. ببینیم این هشدار بریتانیا به ایران چی هست، بعدم بریم سر تیراندازی و این تیراندازی ها در آمریکا کنترل نمیشه. دلیلش هم اینه که منافع خیلی زیادی از فروش این اسلحه ها میاد تو جیب این نماینده ها که اینها بتونن این پولا رو تو حساباشون نگه دارن، بعد به اسم تبلیغات انتخابات و اینها شبا اینجا برن ولگردی و اینها. اگه یه روز اومدین واشنگتن، حتما شب خیابون نزدیک کپیتال، اون پنسیلوانیا اونیو و اون کانستیتوشن و اینها برید رستوران‌های مختلف و ببینید که این پیرپاتالا چجوری با این دخترای جوون، پسرای جوون دارن حال میکنن. البته الان تعطیلات مجلس شروع میشه و باورتون میشه در آمریکایی که معروف هست به امریکار، مجلس 44 روز تعطیل میشه و میرن به یاد خدا. اینم از این هشدار بریتانیا به ایران برای خروج از سایه نفتکش ما را رفع توقیف کنید. ما بنویس آزاد کنید، رفع توفیق توقیف دیگه چیه؟ دامنیک راب وزیر خارجه جدید بریتانیا روز دوشنبه گفت که ایران برای خروج از سایه باید نفتکش توقیف شده بریتانیایی را آزاد کنه. وزیر خارجه دولت بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا، در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت اگر ایرانی ها میخواهند از سایه خارج شوند و به عنوان عضو مسئول جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، باید نظام قانونمند جامعه جهانی را بپذیرند. وزیر خارجه بریتانیا افزود شما نمیتوانید بروید و به شکل غیرقانونی کشتی های خارجی را توقیف کنید. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران روز 28 تیر 19 ژوئیه نفتکش استنا ایمپرو را در تنگه هرمز توقیف کرد. این در حالی است که نیروهای بریتانیایی حدود 2 هفته پیش از آن ابرنفتکش گریس وان متعلق به ایران را در تنگه جبل طارق توقیف کرده بودند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه ویدیویی منتشر کرد که به گفته این رسانه هشدار نیروهای سپاه را به یک ناو بریتانیایی در جریان توقیف نفتکش استنا ایمپرو نشان می‌دهد. بنا به اعلام بریتانیا، ناوشکن HMS دانکن از روز یک شنبه برای تأمین امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس شده است. این ناوکش قرار است به همراه ناو مونتروز از آن دسته از کشتی‌های بریتانیایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند محافظت کند. دولت بریتانیا روز پنجشنبه از تغییر سیاست این کشور در زمینه محافظت از کشتی‌های بریتانیایی هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داده بود. چه می شود و چه خواهد شد باید صبر کرد و دی و امیدوارم این هم نیز بگذرد بدون هیچ مشکلی. و اما یه جای دنیا هم پخت پیتزای 500 متری من نمیدونم اینا این رکوردها رو برای چی میخوان. حالا پیتزای لقمه‌ای باشه، این بهترین پیتزا رو این پیتزاها درست میکرد، بهش میگفت پرسونال پیتزا. من یادم وقتی کار میکردم همش بیرون بودم و اینها، در روز 200-300 مایل رانندگی میکردیم، زور اگه یه جا پیتزاهاتی میدیدیم وای میسادیم. ضمانتش هم این بود، میگفت ما در کمتر از 5 دقیقه این پیتزا رو به شما میدیم $5 یا مجانی. شما تا میرفتی قبض رو بهت میداد، تایم هم روش نوشته بود. واقعا هم چند بار گفت دیر شده، این که ما اون $5 رو میذاشتیم برای انعام این بنده خدا
که با اون سرعت مجبورن کار کنن. میگفتیم حالا صاحب پیتزاهات داره، ولی اینایی که اینجوری کار میکنن فروشم نمیره، بعد چی میشه؟ خلاصه بهترین پیتزا بود. حالا پیتزای 500 متری آخه میخوان چی کارش کنن؟ این ببینید چقدر باید اینا برن وسیله تهیه کنن که میخوان یه پیتزای 500 متری تو خیابون درست کنن. آخه مخارج رو بدید در جهت آبادانی، در جهت دانش، در جهت آموزش، پرورش دنیایی. بله، تیراندازی در جشنواره مواد غذایی کالیفرنیا، 4 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. باورتون نمیشه، من چند بار این جشنواره رو فیلماشو دیدم، گفتم یه روزی اگه رفتم کالیفرنیا و مصادف بود، همزمان بود با این، مصادف هم یعنی چی؟ یعنی تصادف میکنم، اگه همزمان بود با این جشنواره میرم و نگاه میکنم، که متاسفانه حالا این اتفاق افتاده. ایالات متحده آمریکا همین تیراندازی در جشنواره مواد غذایی کالیفرنیا 4 کشته و 15 زخمی به جای گذاشت. میگه که ویدیویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، افراد حاضر در جشنواره را همزمان با تیراندازی در حال فرار نشان میدهد. در جریان این تیراندازی دست کم 15 تن مجروح شدند. مظنون اصلی این تیراندازی به ضرب گلوله کشته شده است. این در حالی است که پلیس کالیفرنیا در حال تحقیق در مورد مشارکت یک مظنون دیگر در این حادثه است. تیراندازی روز یکشنبه دیروز در آخرین روز جشنواره گیلروی گارلیک روی داد. این جشنواره 3 روزه هر سال در شهر گیلروی در کالیفرنیا برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش با حادثه تیراندازی در گیلروی از ساکنان این شهر خواست مراقب باشند. آفرین. دفتر گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعلام کرده است که وی اوزا در گیلروی زیر نظر دارد. گیلروی در جنوب ایالت کالیفرنیا واقع شده است و حدود 50,000 نفر جمعیت دارد. این شهر 48 کیلومتر با سن حوزه فاصله دارد. اینم از این ماجرا. و آقای حسن فیروزی امروز ساعت 4 بعد از ظهر با ما برنامه دارن. ایشون از سن دیگو است. به شوخی برای من پیغام گذاشتن که سوربی، یا تو باید بیای سن دیگو اونجا زندگی کنی، یا اینکه ما بیایم اینجا زندگی کنیم. من اتفاقا فکرم این بود که وقتی بازنشسته شدیم بریم سان دیگو، چون انقدر تعریف‌های خوب ازش شنیده بودیم که هوا همیشه اینجور و اونجور و اینها، بعد دیدیم بابا اونجا زندگی خیلی گرونه و فقط آدم‌های پولدار میتونن برن اونجا. حالا ببینیم، شاید به اصطلاح تونستیم با آقای فیروزی این موزل رو برطرف کنیم، سان دیگو یا ویرجینیا. و اما this is what you were talking about. آها، این چون پریروز یه جایی بودم که دوستمون گفته بود به اصطلاح این ویدیو برنامه رو میبینی، گفتم والا من از سریال خیلی خوشم نمیاد، سریالای دنبالدار رو معمولا نگاه نمیکنم. سریالایی که یه برنامه رو یه روز میاد شروع میکنه میبنده تموم میکنه میره، مثل ساینفیلد، مثل فیلم های دیگه نگاه میکنم، ولی این سریالایی که الکی کشش میدن نه. این همون سریال گاندو هست. حالا گاندو یعنی چی، اسم رمز اون برنامه بوده و اینها، من نمیدونم. و میگه اینجا حتی اون به اصطلاح عکسایی هم که به عنوان وزیر و اینا انتخاب کردن شبیه آقای ظریف هست. ظریف هم حالا ناز میکنه، میگه خب اگه ما به اصطلاح خوب کار نمی کنیم پس بریم. میدونید که یه بارم قبلا استعفا کرده بود و استعفاشو به اصطلاح قبول نکردن. و اما چون دوست ما آقای اکبری در برلین هست، برلین زیبا، و ما رو دعوت کرده بود، حتی اون دوست دیگه اونم آقای دکتر احمدی اونجا هست، گفت بود اگه آمدی برلین به من یه سر بزن، و ما نشد بریم برلین، من بیشتر مونیخ بودم و ویسوادن بودم و فرانکفورت بودم و اینها. 7 سپتامبر 2019 چه سازمانیه که از حالا برنامه 7 سپتامبر رو داره اعلام میکنه. اتفاقا یه دوستی اینجا که خواست برنامه بذاره و به من گفته بود که شما در برنامه های روز جمعه و دوشنبه برنامه ما رو اعلام کن. گفتم دوست عزیز، الان این روزا کنسرت هم که هست، هر چی ما به ملت میگیم بلیت بخرین، کسی بلیت نمیخره تا روز آخر، چون میگه شاید بابام مرد، شاید یکی از سفر اومد، شاید خواستم برم یه جایی، شاید پام شکست نتونستم برم. حالا برای برنامه تلویزیونی، اونم برنامه تلویزیونی که
بایگانی میشه و میمونه، ما نمیتونیم از امروز برای نمیدونم فلان روز آگست برنامه اعلام کنیم. ماکسیموم کاری که میکنیم همون روز یا یه روز قبلش، مثل برنامه آقای لادن دیدیم قبلا نوشتیم، برنامه آقای فیروزی رو قبلا نوشتیم. من بعضی وقتا برنامه خودم رو اصلا انانس یا پرموت یا تبلیغ نمیکنم و دیگه گذشته اون زمان که نمونه یه برنامه رو از قبل بذارم. ولی چون این دوستان در برلین بودن اینها، ما گفتیم اینو بخونیم زمان. آها، نوشته که در خانه ادبیات برلین زندگی و اندیشه های دکتر تقی ارانی و آقای دکتر یونس جلالی گویا در این برنامه صحبت میکنه، 7 سپتامبر 2019. و این رو هم این ده خدا کالتور، یعنی سازمان ادبیات برلین یا ده خدا این رو چیز کرده. این دوستان ما هم یه سازمانی دارن 20 تا اسم مختلف براش میذارن، خود ما هم که اینا رو میشناسیم بعضی وقتا گیج میشیم. و اما این رو آقای زرابی دوست خوب ما برای ما فرستاده، من به شما نشون میدم و از شما سوال میکنم که نظرتون در این مورد چیه؟ چون یه بار ما درباره صیغه اینجا یه صحبت شد و آقای رضا سنا دیدم که چیز میکنه، به اصطلاح طرفداری میکنه، میگه که اگر با یه دید خوب نگاه کنید، دنیا از روز اول این ماجرای پراستیتوشن یا تنفروشی رو داشته و هنوز به جایی نرسیدن، راه حلی براش پیدا نکردن. اونایی که هلند رفتن میدونن اصلا یکی از جاهای تفریگاه که به ویزیتورا میگن برید ببینید، اون خیابون رد لایت که خانما وایسادن پشت پنجره و تنفروشی میکنن. و آلمان اصلا شما وقتی میری و غیر از این که حالا سینماهایی هست که این فیلم ها رو نشون میده و اینها، محلهایی هست که اونجا بعد هستن این خانم ها، به اصطلاح دولت هم نظارت میکنه هم از لحاظ بهداشتی و اینها و هم از اینها مالیات میگیره. حالا اینجا نوشته عقد ازدواج، نمیدونم نوشته عادی عبادی، نمیدونم با مدرک معتبر شبانه روزی، نوشته صیغه بین راهی، عقد بدون ثبت در شناسنامه، جاده چالوس و دریا کنار و عشق و حال شرعی، یعنی میخوای شیطونی کنی باید سهم امام رو بدی تا ثبت بشه، بعد قانونی برو حالشو ببر. خب حالا شما به من بگید که باز اقلا این خب این نونه میگه جاکشیه که این آخونده دارن اینجوری میخورن، اینها اقلا یه وسیله گذاشتن، اگه دوست دختری دوست پسری خواستن برن دریا، این صیغه شون کنه و یه چیزی هم بده دستشون، یه مدرکی و کسی مزاحمشون نشه. شما نظرتون درباره این چیه؟ اینجا هم نوشته اجرای، البته بعضی از اینا فتوشاپ میکنن و نمیدونم کدومش فتوشاپ هست. اینجا نوشته اجرای خطبه عقد، پشتش یه چیز گذاشته اجرای خطبه عقد ازدواج عادی با مدرک معتبر قانونی بدون ثبت در شناسنامه. خب اگر معتبر قانونی هست باید در شناسنامه ثبت بشه. یعنی چند سال پیش من یه آگهی نشون دادم که مال روزنامه ایران بود و نوشته بود که آپارتمان یک اتاقه اجاره‌ای برای چی؟ برای مردان زندار، یه چیزی اینجوری، یعنی اونی که زنداره میخواد بره یواشکی این ور اون ور، بفرما این آپارتمان رو اجاره کنه و بره اونجا خوش بگذرونه. خلاصه روزگار غریبی است. به نظر شما این ماجرای تنفروشی فاحشگی اینا نه فقط در ایران، در دنیا چه باید کرد و چگونه به اصطلاح میشه مهارش کرد؟ و اما این سیرک مردگان، همین دوستمون نوشته که جای تأسف است، این ویدیو رو من دیدم بهتون گفتم، افرادی بلند شدن با ساز و بوغ و کرنا رفتن سر قبر شاه در مصر، قبری که هر لحظه اونجا اگه حکومت عوض بشه این قبر هم ممکنه قبر مثل قبر رضا شاه و مثل قبر نمیدونم دیگر دیکتاتورها و اینها به اصطلاح از بین بره. و این
خانواده شاه اینقدر خسیس هستند که یه جایی مثل آمریکا، یه جایی مثل فرانسه یه قطعه ای رو نمیخرن اونجا رو بکنن آقا این آرامگاه خانواده پهلوی، اونجاها که امتر از مصر و ایران و این برونبره، از بس اینا خسیس هم. برید بخونید مادر شاه اینجا گویا جنازش مونده بوده، اینها برادرها وقتی زنده بودن پول نمیدادن. برید ببینید اینا چه کسانی هستن، چه افرادی هستن، یه پول یا مفت و باد آورده ای رو حتی خرج اینجوری هم نمی کنن. اون وقت می گفتن باد آورده رو باد میبره، اینا باد آورده رو همچین گرفتن که خودشون رو ممکنه باد ببره ولی این پول رو باد نمیبره. افراد همون افرادن، ولی یه چیز خنددار من به شما نشون بدم. شما نگاه کنید این عقب افتاده ها که با این لباس های به اصطلاح مال زمان کوروش و داریوش و حقامنش این ورون ورمیان، یکی بهشون بگه آخه بی ناموسا قرمسا ها، اگه به این لباس ها افتخار میکنید چرا فقط یه روز اونم در جشن 2500 ساله پوشیدید؟ چرا توی مراسم ازدواج و این ورونور که این رضا پهلوی و مامانش هی میدون هر جا آشه این دوتا کچل فراشن، چرا اینها رو اونجا نمیپوشن؟ بذارید من اینو براتون نشون بدم، اینو از اینجا بردارم. نگاه کنید این قیافه این آقایه و خانم خیلی خنده داره، این پشت ببینید رفتن این چیزها رو پوشیدن با این کاغذها و ببینید این بنده خداها چجوری خودشونو مسخره کردن. و این آقا اگه اشتباه نکنم این یه آقای ورزشکاری هم هست، من یه دفعه با ایشون مصاحبه کردم الان اسمش یادم رفته و خیلی میخواد بگه که من نمیدونم این حسن عرب باشه یا یکی دیگه، چون نه همشون هم شبیه هم میشن و قیافه ها وقتی پیر میشی تقریبا همه یه قیافه میشه. بله این خانم با این لباس و این آقا اینجوری وایسادن و اینها آمدن سر قبر آقای محمد رضا شاه که چی بشه، که چه کار کنن، برنامه فرداتون چیه؟ به غیر از اینکه آقای شهرام همایون یه پولی بگیره شما کج موجا رو با هواپیما و با اتوبوس ببره اینجا، برنامه شما دیگه چی هست؟ و اما باز برمیگردیم به یورو نیوز و سخنگوی دولت ایران گفته که خبرنگار ما خانم مرضیه هاشمی میتواند با پمپئو گفتگو کند. مرضیه هاشمی میدونید که یک خانم سیاه‌پوستیه که این رو بهش ویزا ندادن. حالا بذارید من ببینم درست فکر میکنم یا همون. بله با وجودی که این خبرنگار پیچی تیویه، من یادم میره این اسمش، بذارید بله، میگه که علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا درباره گفتگوی مستقیم با مردم ایران واکنش نشان داد. آقای ربیعی در این نشست گفت خبرنگار ما خانم مرضیه هاشمی میتواند برود با اون مصاحبه کند و چیزی را که میخواهد بیان کند. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که حاضر است برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران به تهران سفر کند. سخنگوی دولت ایران این موضع آقای پامپئو را واکنشی به گفتگوهای ظریف با رسانه‌های پربیننده آمریکا دانست و گفت که این مصاحبه‌ها وزیر امور خارجه را مجبور کرد که درخواست کند در رسانه‌های ایران با مردم گفتگو کند. برید اون خانم مرضیه هاشمی، این یه خانم سیاه‌پوستیه که به دلیل اینکه برای ایرانیا کار میکنه هم دینش رو عوض کرده هم اسمش رو عوض کرده و الی آخر. اسرائیل سامانه ضد موشکی پیکان 3 را با موفقیت آزمایش کرد. اسرائیل تلاویب میگوید که این سامانه میتواند، ببینید کره شمالی موشک آزمایش میکنه اشکالی نداره، اسرائیل موشک آزمایش میکنه اشکالی نداره، ولی کشورهای دیگه اگر کاری انجام دادن فوری داد اینها میره بالا و ایداد بیداد که آخر زمان رسید. این اسرائیل و اونم موشکش، وزیر دفاع اسرائیل، بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم تا ببینید و عکس رو به منم بتونم بخونم. درسته؟ 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 بله اینجا میگه که وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه از آزمایش موفقیت آمیز سامانه ضد موشکی
پیکان سه خبر داد این سامانه که توانایی رهیابی و انهدام موشک های بالستیک را دارد با همکاری مشترک اسرائیل و آمریکا ساخته شده است. تل‌آویو میگوید که پیکان سه میتواند با موشک های بالستیک شلیک شده از ایران و سوریه مقابله کند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل این سامانه در چند نوبت در آلاسکای آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین گفته میشود که سامانه پیکان سه میتواند بدون هیچ خطری هر گونه کلاهک جنگی نامتعارف را نابود کند. ببینید خب پس یکی بگه دیگه چرا انقدر ناراحتی؟ بذارید ایران هم 4 تا موشک هوا کنه، موشکاش هم که یکی در میون کجه این ور اونور میفته و الی آخر. ولی کره شمالی وقتی موشک آزمایش میکنه و آقای ترامپ میگه این موشکی نیست، این موشک دوربرد که نبوده نزدیک برد بوده، میان میگن احمق، 28,000 آمریکایی در کره جنوبی در تیررس همین موشکه. و داریم دیگه میگن اگر بخوای یک کشوری رو نابود کنی احمقا رو سر کار بذار، و الان شاهدش هستیم که این کار در آمریکا انجام شده، در یوکی انجام شده و در ایران هم 40 سال انجام شده، قبلش هم 57 سال انجام شده بود. هر کسی مخالف گفتهای منه بیاد در برنامه شرکت کنه و صحبت کنه. آشفتگی در نرخ‌گذاری بانک مرکزی، گران فروشی یورو و ارزان فروشی دلار. خب اینم براتون بخونم که ما ملت عجیبی هست. وقتی دلار گرون میشه میزنیم تو سر جمهوری اسلامی، وقتی هم دلار ارزون میشه باز میزنیم تو سر جمهوری اسلامی. یعنی خودمونم نمیدونیم چی میخوایم بگیم. اولا این نرخ دلار و اینها رو چند بار دوست ما در برنامه‌های گفتار عقل بشر توضیح داد که چرا دست مافیا و دست کلیمیا در کار این باشه که دلار واحد پول آمریکا باشه. اونم آمریکایی که خودش پشتوانه طلا برای دلارش نداره. اینا رو برید پیدا کنید، ایشون بیش از 100 تا برنامه اجرا کرده. ولی گوش شنوایی متاسفانه وجود نداره. اگرم هست میگم این آقای فرخ که ادعا میکنه تمام تاریخ دنیا رو خونده و خودش میگه تاریخ دنیا کشکه، اون وقت به برنامه ما پیشنهاد میکنه آقای فلانی بره با فلانی صحبت کنه. اصلا من باور کنید اون روز انقدر عصبانی بودم، میگفتم مگه میشه یه نفر در قرن 21 در ویرجینیا نزدیک واشنگتن، ایشون از من نزدیکتره به واشنگتن، زندگی کنه و اینجوری باشه؟ آقا این آقای فلانی به نظر من اوکی آمد. آقا خب باهاش تماس بگیر کمکش کن. شما یه نفر ایرانی هستی، اونم یه نفر ایرانیه، به نظرت اوکی اومده، برو کمکش کن. هر کاری داری، اون وقتا میگفتن آب داری میخوری، آب رو بذار زمین، برو دنبال اون کار. ولی همش عادت کردیم به این اون دستور بدیم. ببخشید بعض وقتا اینجوریه دیگه، مردم میگن شماهایی که تو خانواده های ارتشی بزرگ شدید همش عادت دارید دستور بدید. اینه یکیش هم همین که حتی پدراتون تو خانواده خودتون هم آقا زور میگفته، دستور میداده به اینو. نمیدونم حالا اگه اینجور نیست شما بیا بگو. آشفتگی در نرخ گذاری بانک مرکزی، و ببینیم که بانک مرکزی این ماجراهای دلارهای 4200 تومانی دلار الان میگن اومده نزدیک به 11000 تومان شده، که میدونید خیلی ها پیشبینی میکردن دلار میره میشه 20 تومن میشه 30 تومن، آخونده اینجور اونجور، ولی پیشبینی اونا غلط از آب در اومد و آقایانی مثل مانوی خدابخشیان و اینها هم به کار مگس پرانی همیچنان ادامه میدن. نرخ فروش دلار طی معاملات روز یکشنبه سامانه رسمی نظارت ارز سنا، سامانه نظارت ارز مخففش کردن میگن سنا، ابتدا با 100 تومان رشد به 12200 تومان رسید ولی سپس به 12150 تومان بازگشت. در پی افزایش بهای دلار توسط شبکه صرافی تحت نظارت بانک مرکزی، نرخ فروش این ارز در معاملات بازار آزاد ارز تهران ابتدا از 12300 تومان به 12415 تومان جهش کرد، ولی با نزدیک شدن به ساعات پایانی دادستدهای روز یکشنبه نرخ فروش دلار تا 12200 تومان تنزل کرد.
با وجود رشد قیمت دلار در سامانه رسمی بانک مرکزی، بهای فروش یورو همچون معاملات روز شنبه 13900 تومان ثابت مانده بود. البته در پی کاهش 50 تومانی نرخ دلار، نرخ یورو نیز به خب. حالا من سوال میکنم از شما، آیا برای شما اصلا مهمه که نرخ طلا و دلار و یورو روزانه بالا میره پایین میاد؟ بله، شما میری مسافرت، شما میری یه جا یه چایی میخوری بهت میگه 2 لیر، یه جا یه چایی میخوری بهت میگه 5 لیره. ترکیش، این ترکیش هم خیلی اصرار دارم هر وقت میگن لیره حتما تیش هم بگین ترکیش لیره، ترکیش لیره. میگم آقا مگه چند تا لیره وجود داره؟ میگن یه لیره هم مال پوند انگلیسه. میگم بابا اون که میگه پوند، اونا که دیگه لیره نمیگن. بمان برای یه مسافر خب اهمیت داره. صبح که ما بلند میشدیم 100 دلار میخوای خرد کنی، میگی 100 دلار من امروز میشه 560 لیره، 100 دلار من امروز میشه 600 لیره. ولی برای مردم معمولی چه تغییری داره؟ چرا مردم ایران باید بیان برن خونه‌شون رو بذارن رهن، گرو طلاشون رو بفروشن برن دلار بخرن؟ جز طمع، جز گرید. و میبینیم که خیلی ها خودکشی کردن تو ایران، پول ورده گذاشته امروز دلار 13000 تومان خریده که فردا گرون فروشی کنه بکن 14000 تومان، دلار شب شده 12000 تومان، این حوصله نداشته تا فردا صبر کنه خودشو کشته. اینه که اون دوستمون توضیح میداد آقا اصلا چرا تو زندگی من که اینجا نشستم دلار بالا رفتنش، نمیدونم یورو طلا باید فرقی داشته باشه؟ آقا شما اینقدر سکه طلا داری، روزی که میخوای بفروشی میری میفروشی اینقدر. حالا این طلا هم همیشه به نظر میاد بهترین چیزه برای داشتن، چون همینجوری میمونه تا این پستی ما باید دست تکون بدیم براش، بله میمونه تا روز که شما بخوای بفروشی. حالا یه وقت ضرر میکنی یه وقت ضرر نمیکنی. خود این آقای حسیبی زمینخوار یه دفعه به من گفت شما برو طلا بخر. گفتم قربان ما روز به روز زندگی میکنیم، ما امروز کار نکنیم این هفته نمیتونیم بریم به اصطلاح آخر هفته دو تا آبجو بخوره. شما این برو طلا بخر. طلا کسی میخره که یه پولی اضافه داشته باشه و به بانک ها اطمینان نداشته باشه، یا سود بانکی براش کافی نباشه، بلند میشه میره پولشو میذاره تو ترکیه. دوست ما تو ترکیه میگه آقا اگه پول داری بذار اینجا 20% به شما سود میدن. میگم خب دوست عزیز، چه بانکی 20% به شما سود میده؟ کشوری که نشون میده که این خودش داره به شما میگه، میگه این خونه ای رو که امسال میخری 100000 دلار، سال دیگه 120000 دلاره. یعنی تورم باید 30% باشه تا اینا به شما 20% سود بده، و شما کمک میکنی به تورم این مملکت. ایران اگر امروز یه چیزی میخری پس فردا 2 برابره. برای اون موقعی که از زمان رفسنجانی ملت هی رفتن پولاشون رو گذاشتن ایران، هی به دیگرون هم تو مهمونی ها میگفتن آقا اگه پول داری برو بذار ایران، سالی 25% نمیدونم پولت هم به دلار بذار. گفتیم ما الحمدلله نه پول داریم نه میخوام تو بانک بذاریم. ولمون کنید، مگه چند بار زندگی میکنیم که هر روز صبح که بلند میشیم نگران این چی باشیم، بازار و مارکت و استاک مارکت و اینها، که همش بر اساس دروغ، بر اساس ریا، بر اساس تقلب درست شده. طرف میاد یه شرکتی را میندازه، هی تبلیغ میکنه، پول به این ورور میده، گرون شد بیاین بخرین، همچی که همه میان میخرن خودش و خانوادهش میفروشن، شرکت باطل میشه از بین میره. در صورت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه برو دلار بخر. و اما جنجال اظهارات تند ترامپ رو هم براتون بخونم و کم کم به آخر برنامه امروز نزدیک میشیم. برنامه امروز رو سعی کردیم یه مقداری خلاصه تر باشه تا وقت داشته باشیم با آقای حسن فیروزی، فردی که بهایی هستن و ادعا میکنن که بهاییت یک دین نیست، یک آیین است، بهاییت یک مذهب نیست، یک فلسفه است، صحبتی داشته باشیم. ضمناً ممنونم از آقای حسن ارشاد که بعد از اینکه این برنامه رو دیده بود از ایران، از تهران شماره تلفن خودشون رو فرستادن و گفتن اگر آقای حسن، دوتاشون هم ماشاءالله حسن فیروزی میخوان با ایشون صحبت کنن، ایشون حاضر هستن در برنامهشون شرکت کنن و در هر موردی با هم مناظره کنن یا گفتگوی دوستانه داشته باشن. و اما جنجالات اظهارات تند ترامپ خطاب به نماینده بالتیمور
نانسی پلوسی که اصلیتشون ایتالیایی هستن ولی اینها در بالتیمور این دنیا اومده، حالا بماند که بعد رفته کالیفرنیا و اونجا نماینده مجلس شده و الان هم نماینده اکثریت مجلس هست، یعنی نفر سوم این مملکت اگر امروز هواپیمای ترامپ و یه جوری از بین بره و اون خودش و معاونش اون مردک بیحال اینها کشته بشن، نانسی پلوسی میشه رئیس جمهور این مملکت تا بعد برنامه برسه به انتخابات فلان. اینها میگه که رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب در صفحه توییتری خود با حمله به الایجا کامینز او را قلدری بی‌رحم خواند که بیدلیل سر مأمورانی که در گشت‌های مرزی کار می‌کنند داد و فریاد می‌زنند. او همچنین بالتیمور را منطقه‌ای به هم ریخته پر از موش‌های فاضلاب و کثیف خواند. این حملات تند دونالد ترامپ خطاب به نماینده‌ای بود که دولت آمریکا را به دلیل عدم توجه به بازداشتگاه‌های مرزی مورد انتقاد قرار داده بود. ببینید دیگه به این نمیتونه بگه تو هم برگرد برو کشورت، تو هم برگرد برو آفریقا، چون این مرد یکی از مبارزین به اصطلاح تساوی حقوق سفید و سیاه، حقوق بشر و کارهای ارزنده‌ای در آمریکا انجام داده. شخصی بسیار قوی و ورزشکار و بوکسور بوده و حالا پیره، حتی با عصا را میره، ولی همین الان هم که با عصا یا واکر را میره، صبح تا صبح از بالتیمور که 45 دقیقه یک ساعت یا رانندگی هست یا با قطار میاد میره مجلس، شبم برمیگرده میره بالتیمور. این کار رو قبلا هم آقای جو بایدن که نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور ترامپ بود، ببخشید اوباما بود، انجام میداد. شما باورتون میشه که این ترامپ احمق، گرمای شدیدی که اینجا درست شده بود، چند تا از این ایر کاندیشن یا کولرای وایت هاوس اشکال پیدا کرده بود، این مردک میگفت اینا تقصیر اوباماست که اینجا کولرای خوبی نذاشته اینجوری شده، در صورتی که خودش تمام این ساختمانایی که درست کرده و اینها به خاطر دزدیایی که انجام داده همه مشکلاتی دارن که چند مدت پیش هم یکیش آتش گرفت و آتش سوزی شد، گزارشی ازش بیرون نیومد، حتما روی اون هم سرپوش گذاشته. میگه که هفته گذشته آقای کامینگز از کوین مک‌آلن وزیر امنیت کشور به دلیل وضعیت بازداشتگاه مهاجران شدیداً انتقاد کرده بود. آقای ترامپ با توییت و ری توییت کردن چندین ویدیو از وضعیت نامناسب بالتیمور کامینگز را بی‌کفایتی متهم کرد. وی گفت چرا باید این همه پول منطقه‌ای که الایجا کامینگز حضور دارد فرستاده شود، آن هم در شرایطی که این منطقه خطرناکترین و بدترین منطقه در کل آمریکاست. هیچ انسانی نمیخواد آنجا زندگی کند. این همه پول کجا رفته؟ چقدر از این پول‌ها دزدیده شده است؟ این فساد وحشتناک باید ببینید. همون موقع تمام اینا برگشتن گفتن که خب گیرم که این آقا نماینده بدی هست، رسیدگی نمیکنه. مردک تو الان مسئول دولتی و وقتی شاه، وقتی شیخ، وقتی خمینی، وقتی خامنه‌ای، وقتی این دیوانه شارلاتان میاد تو همه چیز دخالت میکنه و به جای همه کس حرف میزنه، بعد چی میشه؟ همه اجازه دارن یقشو بگیرن بگن تو مسئولی، و الا اگر اینو بذاره اون یکی وزیر دفاع بیاد، اینو بذاره وزیر نفت بیاد، هیچ کس مستقیماً به این احمق حمله نمی کنن. ولی چون دیکتاتوره، چون احمقه، خودش رو نخود هر آش می کنه، و چون خودش رو نخود هر آش می کنه به هر کسی اجازه میده که اونها هم بهش توهین کنن. امروز صبح نوشته بود که کاخ سفید پر از موشه. بعدم بهتون گفتم که روزنامه خیلی معروفی هست بالتیمور سان روز یک شنبه نوشته بود که آقای ترامپ بهتره که شهر ما موش داشته باشه تا اینکه خودمون موش باشیم، یعنی تو، یعنی ترامپ. بله، ایران قهرمان والیبال جوانان جهان شد. این خبر رو از چند تا از رادیو تلویزیونای ایرانی شنیدید؟ نمیدونم، من که نشنیده بودم. تا الان بهشون تبریک میگم که با همه این مشکلاتی که دارن از لباس و کفش و قوانین سخت ایران،
گرفته تا وضعیت خانواده ها و درآمد و اینها، این افراد مخصوصا جوانان رفتند و قهرمان شدند. تبریک میگیم، امیدواریم همیشه قهرمان باشند، سالم باشند، سلامت باشند و پیروز. تیم ملی والیبال جوانان زیر 21 سال ایران توانست با برتری در مقابل ایتالیا قهرمان جهان شود. جوانان والیبالیست ایران در چارچوب 25مین دور مسابقات جهانی والیبال زیر 21 سال موفق شدند در دیدار پایانی در رقابتی نزدیک با نتیجه 2-3 ایتالیا را شکست دهند و بر بام والیبال دنیا بایستند. تیم ایران که در مرحله نیمه نهایی موفق شده بود حریف قدرتمند خود یعنی برزیل را با پیروزی قاطع 0-3 از پیش رو بردارد، شنبه شب برای کسب عنوان قهرمانی مقابل ایتالیا سفارایی کرد. اجازه بدید من یک سری به اینجا بزنم و ببینم که دوستان اگر در فیسبوک چیزی گفتن. من امروز قرار گذاشته بودم که چون برنامه کوتاه هست دوستان فیسبوکی رو به حال خود رها کنم و این کار رو انجام دادم، مگر در 5 دقیقه آخر که بیام سراغشون. میگن ایران گوشت از برزیل وارد کردن، با دلار ارزان خارج از کشور رفتن کبابی باز کردن. خیلی ممنون خانم روسا، هم من هم به شما سلام میکنم. و آهان، اون پلاس تیوی یا هرچی ایشون نوشته پرس تیوی، خیلی ممنون. همین الان آب رو گذاشتم زمین، خیلی ممنون. آقای فرخ هم آب رو گذاشته زمین، ما آب رو برمیداریم به سلامتی شما بینندگان می نوشون. گفت در کربلا آب نبود، پپسی کولا بود. بله، میگه در مورد بالتیمور و ترامپ هیچ وقت بالتیمور نبوده. داماد ایشان 9000 واحد اجاره‌ای در بالتیمور دارد و بارها بالتیمور رفته. در ضمن بیشتر آپارتمان‌های کوشنر به خاطر موش و کثافت‌های غیربهداشتی چند صد بار جریمه شده است. ببین بهت میگم سعید جان، این آدم چون آدم بی سوادیه، آدم نادانیه، آدم پررویه، آدم سلفیشی خودخواهی هست، آدمی نیست که بتونه سلف کنترل خودش کنترل کنه، یه چیزی رو میگه بلافاصله. بابا این ماجرای چیز که گفته بود، هم این زنش، زن اجاره‌ایش، زن خریدنیش، هم دخترش، اینا اومدن بهش گفتن آقا این حرفی که زدی حرف بدی بوده به این 4 تا نماینده های مجلس، ولی هیچ کس انقدر به اصطلاح هنوز مقاومت نشون نداده در مقابلش وایسه و بهش بگی تو احمقی، تو شارلاتانی، تو دزدی. چون دختره میگه خب من اگه این چیز کنم این همه باید پول قیدش بزنم. پسرش 10 سال اینو ول کرده بود، ولی بعد دید آدم بی عرضه یه نمیتونه پول بسازه، آمد دوباره آویزون شد و گفت از قبل این ببرم و بخورم و هر چیزی که شما بگید. خب دوستان عزیز، ممنونم که با ما بودید. اینم از دوستان. به به، آقای بابک یزدی میگه من سر کار هستم و بیشتر برنامهاتون را از سر کار گوش میدم. امیدوارم سفر به شما خوش گذشته باشد. اگر وقت شد کمی هم راجع به بیانیه 14 نفر. آقا 14 نفر من چندین بار صحبت کردم آقای یزدی. ببینید این 14 نفری بودن که قبلا هم بارها، اولا من باهاشون تک تک هم مصاحبه کردم، ولی حرفشون چیه؟ یعنی اینا فکر میکنن توی مملکتی هستن که نامه مینویسن میفرستن، خامنه ای استعفا میده میره و به قول اینجا یا happily ever after همه بعدش با خوشی و خوبی زندگی میکنن، یا این نامه رو مینویسن فقط برای ثبت در تاریخ. این 14 نفر برنامه فردا ندارن که نمیگن آقا بیاین مثل پورتوریکو، آقا بیاین مثل هنگ کنگ. عکسای هنگ کنگ رو نگاه کنید، مردم تو خیابونن، میگه چراغای تلفنتون هم روشن کنید که بیشتر بشه. برنامه اینها چیه؟ از اون دوست پیری که خودش رئیس دانشگاه بود تا اون آقای احمدی راغب تا دیگران، اینا برنامهشون چیه؟ شما به من بگو، من نمیفهمم، من آدم نفهم و خنگی هستم. شما که اینو خوندید بیا به ما بگو این خوبه. ضمناً اگر اینا خوبه آیا شما بهشون پیوستید؟ حالا نمیدونم شما میگی خوبه یا نه، بذار بخونم بیشتر. نظرتان را بفرمایید. من فکر کنم بیانیه دومی از اولی خیلی بهتر شده، هرچند هنوز هم میتواند خیلی بهتر باشد. اولا این بیانیه دوم همون 14 نفره یا بیانیه 14 نفر دیگره؟
چون برای من که فرستاده بودن طرف گفت 14 نفر دوم، گفت ای بابا 14 نفر اول به کجا رسیدن که 14 نفر دوم؟ آقا جون من، آقا یزدی شما میدونی همیشه گفتم بیمایه فطیره. این ماجرای تظاهرات، جنبش، رهبری، اینا تا موقعی که با هم تعارف دارن. نه جون شما من که نمیخوام، حالا شما خیلی اصرار میکنی باشه میام میشم 16، نه 16 هستم میام میشم شا کوچولو. اینجوری نمیشه، باید یک کسی با قاطعیت بیاد جلو. برید نگاه کنید فیلم ها رو. من آقا مأمور حکومت نظامی بودم، جون ما میلرزی. هوابرد، اصلا شما برو هوابرد وقتی اسمشو میاری یه تیپ به اصطلاح اسپیشل نیرو، نیروی ویژه، مثل اینجا هست میگن سیل و فلان اینا، ما که از اینا نداشتیم، ولی هوابرد جونش میلرزید که آقای خمینی پیام داده که ملت برین این مجلس، از این مجلس برین اون مجلس. برنامه اینجا بهش میگن رودمپ، نقشه راه میداد به اینا. بعدم گفت من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. حالا شما یکی یکی چهار نفر، حالا ما که میدونید، من مامانم گفته که میدونید، مامانم گفت نه سیاست بی پدر مادره، منم نمیخوام بی پدر مادر باشم. خب برو کنار، بذار یک کسی که میخواد بیاد. الان این آقای ناصر پولی ممقانی میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد شاه بشه، آفرین. اولین کاری هم که کرده اومده میگه من میخوام زبان انگلیسی بشه زبان رسمی ایران. آقا داره میگه، شاید یه دم برم دنبالش. من الان تصویرهایی داشتم از ترکیه بهتون نشون میدم. آقا دیگه اقلا تابلو اگه میخونی، اونی که انگلیسیه، اونی که از یه کشور دیگه اومده، الفابت رو میتونه بخونه دیگه. یه الفابت کوفتی عربی، یه الفابت کوفتی فارسی این برور نمیذارن که قاطی بشه. اقلا یه جای عوض شده. خیلی مخالفن که ترکیه چرا زبانش رو نگه داشته ولی نوشتنش رو عوض کرده. نظر شما چیه؟ درستان ممنون و متشکرم. اولا روی قبر جناب شاه با بسم الله الرحمنی شروع شده، ثانیا فرهنگ کرنش و چاپلوسی نوکر صفتی در اینا. بله بله، آقای فرخ هم میگه لطفا نصیحت بسه. خیلی ممنون آقای فرخ، چشم، نصیحت بس. دوستان عزیز، دو دقیقه هم از قراری که گذاشتم بیشتر برنامه اجرا کردم، اجازه بدید از اینجا باهاتون خداحافظی کنم و برنامه‌های بعدی، یعنی برنامه بعدی آقای حسن فیروزی میان اینجا ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهند بود. اگر پرسشی دارید، سوالی دارید، نظری دارید در حین برنامه ایشون از طریق فیسبوک بنویسید، من برای ایشون میخونم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه‌های دیگران رو تبلیغ کنید، نشون بدید و با یه خرج خیلی کمی. نرخ ما از سال 2006 که گفتیم حرف مفت بسه و آمدیم یه نرخ کمی رو برای همین مخارج کمی که داریم درست کردیم، هیچ وقت بالا نرفته، با وجودی که همه چیز قیمت‌ها بالا رفته. والا چلو کبابی ها اینجا وقتی درست شد، ایرانی ها 5.99 6 دلار بود یه چلو کباب، الان یه چلو کباب 13 دلار 14 دلاره، یعنی دو برابرم بیشتر شده. در هر صورت این شما، این هم تلویزیون مردم، و تلویزیون مردم کارش نصیحت کردنه. آقای فرخ، من چون دبیر بودم، چون احساس میکنم یه چیزی انقدی رو یاد گرفتم، دوست دارم به دیگران اینو یاد بدم. اینو شما به ایرانی نصیحت میتونی بگی، سفارش میتونی بگی، پیشنهاد میتونی بگی، ادوایس میتونی بگی. اگه شما رسیدی به یه جایی که فکر میکنی هیچ کس دیگه نباید نصیحتت کنه، من برات متاسفم. چون افرادی مثل شاه، افرادی مثل فکر کنم آقای فیروزی آمدن. خدا حافظ، با امید دیدارتون. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید، باز هم با ما باشید. توی این چند دقیقه من دیگه برنامه نمیذارم روی مردم tv.com، برگردید ساعت 4، الان 18 دقیقه تقریبا 42 دقیقه دیگه. مرسی مرسی مرسی.